سلام شب و روز شما بخیر در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدین عبدالرواف ریگی مسئول روابط عمومی گروه جیش العد روز جمعه در تماسی با شبکه تلویزیونی العربیه از آزادی مرزبانان ایرانی خبر داد این گروه همچنین با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوک خود موسوم به شبکه عدل از آزادی مرزبانان ایرانی در راستای آنچه نشان دادن حسن نیت و انسان دوستی نامیده خبر داد از سوی دیگر خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه امنیتی با اشاره به خبر آزادی مرزبانان ربوده شده در سراوان گفت این سربازان ساعتی قبل از سوی گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل تحویل مقامات ایرانی حاضر در پاکستان شدند. جیش العدل در اطلاعیه‌ای که برای تلویزیون العربیه در دوبه فرستاد نوشته است سازمان جیش العدل به اطلاع عموم مردم ایران میرساند که مذاکرات میان مسئولین سازمان و وفد اعزامی علمای اهل سنت با تصمیم آزادی نظامیان رژیم به پایان رسید این اطلاعیه افسوده است علمای اهل سنت که دارای مکانت بزرگی در جامعه اهل سنت ایران هستند از ابتدای ماجرای اسارت نظامیان رژیم میانجیگری کرده و سعی کردند این ماجرا به خیر و خوبی حل گردد که نهایتا شورای مرکزی و رهبری سازمان جیش رای رأی به آزادی نظامیان داده و آنها را تحویل وفد اعزامی دادند در ادامه اطلاعیه گروه جیش العدل آمده است این تصمیم خالصتا در پاسخ به مطالبه علمای اهل سنت و در راستای نشان دادن حسنیت و انسان دوستی اتخاذ گردید تا نظام حاکم هم در راستای آزادی زندانیان اهل سنت گام بردارد و در غیر این صورت بر مشکلات و مسائل منطقه افسوده خواهد شد و این آخرین اقدام در نوعش نخواهد بود جشن العدل در این اطلاعیه به تعداد گروگان ها اشاره نکرده است اما با توجه به اینکه این گروه پیشتر اعلام کرده بود که یکی از گروگان ها را به نام جمشید دانایی فرد ادام کرده است احتمالا تعداد گروگان های آزاد شده چهار نفر هستند گفتنیست شب پنج شنبه خبری مبنی بر تبادل سی و چهار زندانی گروه جیش العدل با چهار مرزبان ایرانی منتشر شده بود که این خبر از سوی علی اوسط هاشمی تکذیب شد. با این حال استاندار سیستان و بلوچستان گفته بود تلاش برای آزادی مرزبانان از طریق ارتباطات دیپلماسی و همچنین همکاری معتمدان محلی ادامه دارد منابع محلی به العربیه گفتند از صبح امروز صدای هلیکوپترها بر فراز شهر زاهدان شنیده میشد و همچنین گفته شد که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در ساعت اولیه بامداد امروز از شهر خارج شده است. احتمال می رود که وی شخصا برای تحویل گروگان ها به نقطه مرزی ایران و پاکستان رفته باشد. خبرگزاری تصنیم در گزارشی در این باره نوشته است مرزبانان روبوده شده از کنترل تروریست ها خارج و تحویل مقامات پاکستانی و برخی از شخصیت های اهل سنت شدند اما هنوز وارد خاک کشورمان نشدند این خبرگزاری به نقل از اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته مرزبانان رو شده ای ایرانی امروز به رابط جمهوری اسلامی ایران در پاکستان تحویل داده شدند اما هنوز وارد کشور نشدند به افسود از تعداد مرزبانان تحویل داده شده به رابط جمهوری اسلامی چهار مرزبان است محمد حسن آسفری دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش ایران به اظهارات مقامات آمریکا درباره انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت معرفین نماینده جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل هیچ ارتباطی به مقامات دولتی و نمایندگان کنگره آمریکا ندارد بلکه سازمان ملل متحد همانطور که از نامش پیداست فقط در کشور آمریکا قرار دارد و این کشور نمیتواند دخل و تصرفی در امور آن داشته باشد روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد به جمهوری اسلامی اطلاع داده است که از معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر دائم ایران در سازمان ملل عمیقا نگران است دولت حسن روحانی به تازگی حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر تازه ایران در سازمان ملل معرفی کرده است گفته شده آقای ابوطالبی از جمله دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا در سال 1358 بوده است اما وی گفته است در این مورد نقش مترجم را ایفا کرده است اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در حال حاضر انگیزه ای برای آمدن به نماز جمعه ندارم وی در گفتگو با روزنامه آرمان گفت نماز جمعه جایی است که باید حرفهای درست و پخته ای بزنیم زیبنده نیست آدم اینطور حرف هایی بزند که نماز جماعت و اسلام را سبک کند حاشمی رفسنجانی در پاسخ به این پرسش که قضیه حضورتان در تریبون نماز جمعه چه شد هم گفت انگیزه ندارم که بیایم وی گفت از سوی ستاد نماز جمعه مدتی او را دعوت کردند اما دیگر معیوز شدند آقای رفسنجانی افسود البته شرایط هم به گونه است که در این موقعیت حرف زدن آثار منفی هم می تواند داشته باشد لذا باید این مسئله را هم دید اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1388 و همزمان با اعتراضات مردم به انتخابات ریاست جمهوری در نماز جمعه 26 تیر ماه شرکت و برخی انتقادها را متوجه حاکمیت کرد از آن زمان وی دیگر به نماز جمعه نرفت است. عصر روز گذشته و با پایان یافتن نشست کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک عباس اراغچی گفت که در این مذاکرات پیرامون راکتور آب سنگین عراق صحبت شد. اراغچی جزئیاتی در خصوص این نشست ارائه نداد. ولی در پاسخ به سالی درباره ریاکتور آبسنگین عراق گفت این موضوع و ابعاد فنی آن و چگونگی از بین بردن نگرانی ها با حفظ ماهیت و یکی از موضوعات فنی است که جزئیات آن توسط کارشناسان بحث شد. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت مذاکرات هسته‌ای کارشناسان در چارچوب گام نهایی توافق ژنو برای رسیدن به راه حل جامع است. مذاکرات کارشناسی میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک عصر پنجشنبه در محل اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شد به دنبال تصویب پیشنویس قسنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در خصوص جمهوری اسلامی محافظ کاران واکنش شدیدی نسبت به آن نشان دادند در این راستا رئیس سازمان بسیج مستضعفان ضمن ابراز مخالفت شدید با این قسنامه اتحادیه اروپا را بدتر از چهار پایان دانست اکثریت اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سهشنبه دوازدهم فروردین به پیشنویس قطعنامه رأی مثبت دادند که قرار است راهبرد کشورهای اروپایی در برابر جمهوری اسلامی را مشخص کند به دنبال تصویب پیشنویس ای از سوی کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا در خصوص ایجاد دفتر نمایندگی در تهران رئیس سازمان بسیج مستضعفان ضمن ابراز مخالفت شدید با این مسئله اتحادیه اروپا را بدتر از چهار پایان دانست به گزارش خبرگزاری فورس نزدیک به سپاه پاسداران محمد رضا نقدی در سخنانی در رشت با اعلام که اتحادیه اروپا غلط می کند در تهران دفتر بزند گفته است اتحادیه اروپا مصداق این آیه قرآن است که فرمود از چهار پایان بدتر هستند به با حمله به اتحادیه اروپا گفته است همجنس بازان مانند حیوانات آمیزش می کنند در خصوص مواد مخدر نیز چندین برابر افزایش تولید داده و با قیمت پایین در اختیار جوانان قرار میدهند سپس در قطنامه میگویند حق ندارید قاچاقچیان را ادام کنید و هم جنس بازان را آزاد کنید و میگویند بیایید در ایران دفتر بزنید شما غلط میکنید که در ایران دفتر بزنید در همین راستا مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به این قطنامه گفت اقدام بانیان این قطنامه عملی در جهت شکاف میان کشورها و تحمیل معیارهای خاص به دیگران و اختلال در سازوکارهای بین المللی حقوق بشری می باشد و جمهوری اسلامی ایران چنین روی کرده در مقوله حقوق بشر را غیر اصولی و غیر سازنده می داند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه نیز در واکنش به این قطنامه گفته است اتحادیه اروپا طرح 20 ماده‌ای را ارائه کردند که طبق آن اعضای این اتحادیه به ایران سفر کنند و بتوانند با مجرمان فتنه 88 ملاقات کنند. هنوز قضیه هسته ای ما تمام نشده آنها چنین بساطی به پا کردند که باید به شدت مراقب بود. تصویب پیشنویس قصنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران واکنش های منفی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به همراه داشت علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است پارلمان اروپا در عالم اوهام سیر می کند. به افزوده است مسائل مطرح شده در کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا دخالت آشکار در امور داخلی ایران بوده و مردود و محکوم است بروجردی همچنین گفته است ما آمادگی داریم در زمینه نقض حقوق بشر در آمریکا و تبیین حقوق بشر اسلامی با اروپایی ها مذاکره کنیم. وی گفته پس از تعطیلات مجلس در زمینه سفر اروپایی ها به ایران ضوابط جدیدی وضع خواهد شد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون نیز تاکید کرده است هدف اتحادیه اروپا از تاسیس دفتر در ایران آشوبگری است. وی افزوده اگر تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران بر اساس احترام متقابل و رفتارهایی در چارچوب و اصول روابط بین المللی و دیپلماتیک باشد ما استقبال میکنیم محمد صالح جوکار دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این رابطه گفته است دفتر اتحادیه اروپا در تهران هیچ کاری جز جاسوسی انجام نخواهد داد به همچنین با اشاره به تأکید دیدار حیات های اروپایی با بازداشت شدگان سال 88 افسوده است این موضوع نشان می دهد اروپایی ها جز فتن انگیزی در کشورمان کاری ندارند محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با حمله به اروپا گفته است اروپایی ها اگر راست می گویند اجازه دهند جمهوری اسلامی نسبت به یکی از انتخابات های آنها نظارت داشته باشد تا تخلفات آنها مشخص شود. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز دوازدهم فروردین پیشنویس قطنامه ای را در مورد راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران تصویب کرد و از جمله از اتحادیه اروپا خواست که تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتر نمایندگی افتتاح کند در این قطعنامه بر آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله فعالان حقوق بشر فعالان سیاسی، کارگری و شدگان مرتبط با اعتراض های سال 88 تأکید شده است. در پیشنویس این قصنامه به طور مشخص و تنها به دیدار با زندانیان اعتراض های سال 88 اشاره نشده بلکه تأکید شده همه هیئت‌های های نمایندگی اتحادی اروپا که به ایران می روند، باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی برای بقای نامحدود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش نمی کند. امیر عبداللهیان گفت تلاش نمی کنیم بشار اسد برای تمام عمر رئیس جمهوری باقی بماند. اما موافق ایده استفاده از نیروهای تندرو و تروریست برای سرنگونی اسد و دولت سوریه هم نیستیم. عبداللهیان در حال این سخنان را بیان می کند که بشار اسد 14 سال در قدرت باقی مانده و ایران همچنان از نامزدی وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری سوریه حمایت می کند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین کمک های ایران به سوریه را محدود به کمک های انسان دوستانه مانند مواد غذایی و دارو عنوان کرد. تا کنون چند تن از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از نقش این نیروی نظامی در درگیری های سوریه سخن گفتند و مدارک مستندی از دخالت نظامی ایران در این کشور منتشر شده است. حسین امیر عبداللهیان گفت ما دارای روابط ریشه با سوریه هستیم. این کشور هم پیمان استراتژیک ضد اسرائیل است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه معارضان سوری را متهم کرد که مانع دسترسی افراد نیازمند به کمک‌های انسانی در مناطق مختلف سوریه می‌شوند. به گزارش رویترز لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت معارضان صلح مانع اصلی در مسیر انتقال کمک های انسانی به مناطق نیازمند در سوریه می شوند. لاوروف همچنین بدون ذکر نام کشور خاصی برخی کشورهای غربی را به تلاش برای سوءاستفاده استفاده از وضعیت انسانی سوریه با هدف اعمال فشار بر دولت این کشور متهم کرد. وزیر امور خارجه ایتالیا هم در سمیناری گفت که بحران سوریه بیش از هر چیز مرا نگران می کند زیرا پس از گذشت سه سال هنوز حل نشده است باید راهی برای مشارکت جمهوری اسلامی و تمام بازیگران منطقه برای حل بحران سوریه پیدا کنیم وگرنه به جلو نمی رویم. مخالفان سوری روز جمعه 15 همه فروردین با پخش تصاویر ویدئویی از برخی آسیب دیدگان مواد شیمیایی بار دیگر نیروهای اسد را به بکارگیری سلاح شیمیایی در مناطق مسکونی در حومه دمشق متهم کردند دفتر اطلاع رسانی مخالفان سوری که این تصاویر را پخش نموده میگوید ارتش اسد شب گذشته و بامداد روز جمعه منطقه جویبر را با اسلحه شیمیایی هدف قرار داد در تصاویری که مخالفان آنها را در اختیار رسانه ها قرار دادند مردی را نشان میداد که بر اثر استنشاق گاز سمی بیهوش شده و به سختی نفس میکشد پزشکان مستقر در منطقه جویبر گفتند این فرد و افراد دیگر بر اثر کاربرد اسلحه شیمیایی از نوع گازهای سمی بیهوش شدند رژیم اسد در نامه ارسالی خود به سازمان ملل ادعا کرده شواهدی در دست دارد که مخالفان سوری تصمیم دارند با اسلحه شیمیایی به مناطق اطراف دمشق حمله کنند اما مخالفان با رد این اتهام میگویند رژیم سوریه با این ادعا زمینه به کارگیری شیمیایی علیه مخالفان و متهم کردن آنها را آماده کرده است. مسئول مذاکرات اسرائیل با فلسطینی ها می گوید که آزادی گروه چهارم از زندانیان فلسطینی را به حال تعلیق درآورده است چون فلسطینی ها برای شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مذاکره کننده اسرائیلی گفت که تلاویف در حال نهایی کردن آزادی زندانیان فلسطینی بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان نامه های مربوط به پیوستن این تشکیلات به 15 نهاد زیر نظر سازمان ملل را امضا کرد. محمود عباس گفت این اقدام در واکنش به آزاد نشدن زندانیان است که اسرائیل قول داده بود تا پایان ماه مارس آن را به مرحله اجرا درآورد. قرار بود دور جدید مذاکرات صلح خاورمیانه اواخر آوریل آغاز شود ولی با مواضع جدید اسرائیل و فلسطینی ها آینده این مذاکرات در حالی از ابهام فرو رفته است. سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود خبر از حضور یک میلیون آواره سوری, سوری, در کشور پنج میلیون نفری لبنان داده که در شرایط اسفباری زندگی می کنند. لبنان از این حس نه تنها میزبان بیشترین آواره سوری است بلکه وجود این تعداد پناهجوی سوری باعث شده این کشور بیشترین تراکم پناهجو را در جهان به خود اختصاص دهد. بحران سوریه در حالی وارد چهارمین سال خودش شده که در طی این مدت نه راه حل‌های نظامی نه تلاش‌های بین‌المللی نتونسته پایانی بر دردهای مردم رنجدیده سوریه باشه در طی این مدت و از آغاز نارامی ها در این کشور ها نفر از شهروندان غیر نظامی سوریه برای یافتن سرپناهی امن آواره کشورهای همسایه هم چون ترکیه و لبنان شدند در تازه‌ترین گزارش‌ها از این دست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته اعلام کرد که تا پایان روز پنجشنبه چهاردهم فروردین ماه تعداد آوارگان سوری در خاک لبنان به یک میلیون نفر رسیده و از این حیث کشور لبنان پذیرای بیشترین تعداد آوارگان سوری در منطقه است. کشور پنج میلیونی لبنان که به ویژه در طی دههای گذشته درگیر منازعات قومی، مذهبی و جنگهای داخلی بوده، در شرایط کنونی امکان پوشش و حمایت از این تعداد آوارگان سوری را نداره به ویژه مسئله بهداشت ها و آموزش کودکان سوری که نه تنها دولت لبنان بلکه هر دولتی رو که پذیرای این تعداد از آوارگان سوری باشه با مشکل مواجه می‌کنه. آمارها نشون میدن که اقتصاد لبنان در طی این مدت از حضور آوارگان سوری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون دلار آسیب دیده در همین ارتباط آنتونیو گوترس کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز گذشته گفته که دولت لبنان به شدت نیازمند کمک های مالی هستش و این کشور امکان خدمات رسانی بیشتر به این تعداد از آوارگان سوری رو نداره در تر هم بالغ بر 600 هزار نفر از آوارگان سوری زندگی می کنند بخش عمده ای از اونها توسط دولت در بیش از 16 چادر شهر اسکان داده شده با وجود همه تلاش هایی که دولت ترکیه در این زمینه یعنی خدمات رسانی به آوارگان سوری انجام داده اما حقیقتا افزایش روز افزون آوارگان سوری نه تنها دولت ترکیه بلکه هر کشوری رو در این زمینه با مشکل مواجه میکنه آمارها نشون میدن که از آغاز ناآرامی ها در سوریه بالغ بر 3.5 میلیون نفر از شهروندان غیر نظامی این کشور در کل خاورمیانه آواره شدند و بیش از 150 هزار نفر از مردمان غیر نظامی سوریه در طی این مدت توسط رژیم بشار کشته شدند رژیم بشار اسدی که به ویژه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه قرار داره و تا کنون درخواست بسیاری از کشورها سازمان های بینون و شخصیت های سیاسی رو مبنی بر کنارگیری آقای اسد از قدرت رو رد کرده و همین موضوع باعث پیچیده تر شدن بحران سوریه شده اما در رویدادی مربوط به ترکیه اشاره بکنیم که نهایتا دادگاه قانون اساسی ترکیه روز چهارشنبه ته حکمی دولت رو موظف کرد که هرچه سریعتر به مسئله فیلترینگ سایت توییتر در این کشور رسیدگی بکنه بر اساس این حکم هم بلافاصله اداره مخابرات ترکیه روز بعدش سایت توییتر رو از حالت فیلتر خارج کرد و به ویژه ما از ساعت پایانی روز پنجشنبه شاهد بودیم که این سایت به روال عادی خودش برگشت و کاربران امکانه دسترسی به اون رو بعد از دو هفته که مسدود بود پیدا کردن علی رزا پناهیان مشاور نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه ها می گوید زمینه نفاق در دین اسلام بیش از ادیان دیگر است و این دین نسبت به سایر ادیان با نفاق مهربان تر برخورد می کند اظهارات این روحانی در شرایطی بیان می شود که جمهوری اسلامی از زمان استقرار با تکیه بر ظاهر افراد و گفتارهایی که مورد پسند حاکمیت بوده آنها را در عرصه های مختلف به کار گرفته است محمود احمدی نژاد که با حمایت علی خامنه‌ای و نزدیکان وی در ایران به قدرت رسید تا پیش از اختلاف با علی خامنه‌ای در ظاهر و کلام فردی مکتبی و مطیع دستورات رهبر جمهوری اسلامی معرفی میشد. با این حال به دنبال علنی شدن اختلاف میان وی و خامنه‌ای بسیاری از هواداران رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که وی از ابتدا تعلقی به اصولگرایان نداشته و حمایت آنها از وی اشتباه بوده است. فخر و سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده در استفتای از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره حقوق زندانیان سیاسی و محرومیت های اعمال شده درباره همسر خود پرسید به گزارش کلمه همسر تاجزاده در نامه خطاب به خامنه ای نوشت محروم نمودن کلیه اعضای خانواده و بستگان درجه یک زندانی سیاسی جز همسرش از دیدار او و منقطع کردن کامل او از خانواده و اجتماع به لحاظ شرعی چه حکمی دارد فخر و محتشمی پور پیشتر نیز نامهای به همسر مشتاق خامنه‌ای نوشته بود مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی بیش از سه سال و نیم است در انفرادی و محروم از ملاقات با اعضای خانواده خود به سر می‌برد و تنها می‌تواند با همسر خود ملاقات داشته باشد همسر این زندانی سیاسی که پیش از این بارها در نامه های به مسئولان کشور از رفتارهای خارج از قانون نوشته بود این بار گفته است که این استفتا استفتا را از دیگر مراجع شیعه و اهل تسنن هم انجام خواهد داد علی دارابی قائم مقام،, قائم مقام سازمان صدا و سیما در گفتگو با سالنامه مسلس از اختلاف دولت ها با صدا و سیما در تاریخ جمهوری اسلامی خبر داد. وی گفته است که در دولت آقای هاشمی رفسنجانی چون محمد هاشمی رئیس رادیو و تلویزیون بود رسانه ملی تریبون دولت شد داراوی افسود است امروز اگر آقای محمد هاشمی از نبود چند صدایی در صدا و سیما گلایه می کنند برگردند و دوره خودشان را در سازمان ببینند که چگونه بوده است این مقام صدا و سیما در ادامه انتقادهای خود گفت در دوره ریاست محمد هاشمی صدا و سیما در حد یک ارگان دولتی تنزل کرده بود علی دارابی گفت در دوره آقای احمدی نژاد هم کار به تقابل و توهم گذشت و به نظرم آقای احمدی نژاد ماهای آخر ریاست جمهوریش برای بازسازی روابطش با صدا و سیما تلاش کرد قائم مقام سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود گفت مناظری سال 1388 کیفر علیه جمهوری اسلامی بود و این سازمان در پیروزی حسن روحانی در انتخابات نقش موثری داشت. یک فعال حقوق سنفی کارگران زن میگوید زنان در مناسبات بازار کار همچنان در صف اول قربانی شدن قرار دارند. به گزارش ایلنا سیما اسخری رئیس اتحادیه زنان کارگر استان آذربایجان شرقی گفت زنان در بازار کار اولین قربانیان تعدیل نیرو و دستمزدهای نابرابر و تبعیض جنسیتی هستند. این فعال کارگری گفت مطرح شدن کاهش ساعت کاری و کار از راه دور برای زنان از طرف دولت و تایید مجلس در شرایطی که در حال رکود اقتصادی هستیم ضربه سنگین برای زنان شاغل است سیما اسخری افسود در بازار کار و به خصوص شرکت های خصوصی زنان از مزایای قانون کار از جمله حق اولاد محرومند و فقط به دستمزد پایه بسنده می کنند اسخری با اشاره به نیاز زنان کارآفرین به حمایت گفت به دلیل شرایط اقتصادی و عدم حمایت تعداد زنان کارآفرین رو به کاهش است صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی منفی یک ممایز هفت دهم درصد بود است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران از سال 1372 تا 1390 تنها یک بار منفی شده است. صندوق بین المللی پول همچنین رشد اقتصادی ایران در سال جاری را در حالتی خوشبینانه یک تا دو درصد پیش بینی کرده است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد با نگاهی خوشبینانه به چشمانداز شاخصهای اقتصادی و صبات کنونی احتمالا رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی مثبت یک تا دو درصد باشد. به گزارش خبرگزاری ها این نهاد معتبر مالی همچنین اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی منفی یک ممیز هفت درصد بوده است. این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال 91 را منفی 5 ممیز 8 درصد گزارش کرده است. گزارش صندوق بین المللی پول می گوید که ایران در دهه های اخیر رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سالهای اخیر این پیشرفت تحت تاثیر سیاستهای داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد. بر اساس این گزارش، دو عامل هدفمندی یارانه ها که از اواخر سال 2010 به اجرا گذاشته شد و افت صادرات نفت تحت تاثیر تحریم‌ها، عامل بدتر شدن چشمگیر وضعیت اقتصادی ایران بوده است. بر اساس ارزیابی صندوق، اقتصاد ایران در سال 91 حدود 6 درصد کوچک شد. در حالی که نرخ تورم دوازده ماهه که در پایان سال 2010 دو حدود دوازده درصد بود در تابستان سال گذشته تا 45 درصد اوج گرفت. بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت ایران با احتساب میعانات گازی در این بازه زمانی از 2.5 میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه سقوط کرد. با این حال صندوق بین المللی پول می گوید که ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در پایان سال 91 به حدود 105 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. همچنین بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال گذشته ایران در مجموع 56 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات نفت و گاز داشته است در حالی که این رقم برای سال 91 حدود 63 میلیارد دلار بوده و برای سال 90 بیش از 118 میلیارد دلار بوده است. صندوق بین‌المللی پول در پایان گزارش خود آورده است که از زمان انتخاب حسن روحانی علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می شود. برای نمونه ارزش برابری ریال در مقابل دلار مقداری افزایش یافته و در همان سطح ثابت مانده است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانویه به 29 درصد کاهش یافته است. با این حال گزارش این نهاد معتبر بین المللی حاکی است که چشمانداز کوتاه مدت اقتصاد ایران هنوز در حاله ای از ابهام باقی مانده است به طوری که هنوز تحریم علیه ایران ادامه دارد و احتمال افزایش درآمدهای نفتی چندان روشن نیست پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان که پرونده بررسی به اتهامات او از جمله خیانت در حال رسیدگی است از یک سوء قصد جان سالم به در برد بنابر گزارش ها انفجار بمب در مسیر حرکت خودروی حامل پرویز مشرف از بیمارستان نظامی به منزلش در حومه اسلام آباد رخ داده است این انفجار مجروحی بر جای نگذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است پرویز مشرف از حدود سه ماه پیش در بیمارستانی بستری بود او که شش سال پیش رهبری پاکستان را بر عهده داشت سال گذشته از یک تبعید خودخواسته به کشورش بازگشت دادستانی کل اوکراین حکم دستگیری ویکتور رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و الکساندر یاکیمنکو رئیس سابق سازمان امنیت اوکراین را صادر کرد. به گزارش رویترز رئیس سازمان امنیت اوکراین در این خصوص گفت ویکتور دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان کنندگان در کیف در روزهای 18 تا 20 فوریه را صادر کرده است. در همین حال وزیر کشور اوکراین گفت سران سابق وزارت کشور اوکراین اسناد مربوط به دستور تیراندازی و سلاحهایی که پلیس ضد شورش با استفاده از آن به سوی تظاهرکنندگان کنندگان تیراندازی کرده بودند را نابود کرده است. ویکتور یانوکوویچ روز 20 فوریه از کیف گریخت و روز 21 ماه فوریه مجلس اوکراین او را از تمام مقام ریاست جمهوریش برکنار کرد. به گزارش CNN اتحادیه اروپا اعلام کرد عملیات نظامی در آفریقای مرکزی را با هدف حفظ ثبات در این کشور آغاز می کند. در این مأموریت حمایت موقت از امنیت در بانگوی پایتخت این کشور به منظور تحویل آن به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و یا دیگر کشورهای آفریقایی پیگیری می شود. همچنین تلاش خواهد شد از شهروندان بیشتر حمایت شود تا شرایط برای فرستادن کمک بشردوستانه به این کشور مهیا شود. دولت ترکیه اعلام کرد ممنوعیت استفاده از شبکه توییتر لغو شده است. به دنبال اظهارات رجب طیب اردوغان در مورد ضرورت اقدام علیه توییتر، شرکت مخابرات ترکیه در 21 مارس سال جاری این شبکه اجتماعی را مسدود کرد. به دنبال اقدام شرکت مخابرات ترکیه، حدود یک هفته پیش دادگاهی که به درخواست نیروهای اپوزیسیون تشکیل جلسه داده بود، موضوع را بررسی و این اقدام را سانسور تلقی کرد. این دادگاه سرانجام دستور به لغو ممنوعیت استفاده از این شبکه اجتماعی داد. پس از آنکه دیوان اداری ترکیه حکم به رفع فیلتر توییتر داد، اداره مخابرات ترکیه فیلترینگ این شبکه اجتماعی را پس از دو هفته مسدود بودن رفع کرد. یک مقام رسمی دفتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دقایقی پس از باز شدن این وبسایت از سوی اداره مخابرات ترکیه در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری رویترز خبر رفع فیلتر از توییتر را تایید کرد به دنبال آزاد شدن وبسایت توییتر در ترکیه کاربران به این شبکه اجتماعی هجوم آوردند و پیامهایی در این خصوص منتشر کردند با این حال برخی از کاربران اعلام کردند که همچنان نمیتوانند وارد این وبسایت شوند شبکه اجتماعی توییتر که از محبوبیت بالایی در ترکیه برخوردار است اول فروردین ماه و به دنبال تهدید رجب طیب اردوغان به مسدود کردن این وبسایت فیلتر شد مسدود شدن توییتر پس از آن صورت گرفت که یک فایل صوتی منتصب به آقای اردوغان و پسرش که در خصوص جابجایی مقادیر هنگفتی پول بود به سرعت در این شبکه منتشر شد با این حال دیوان اداری ترکیه روز ششم فروردین با صدور حکمی اداره مخابرات را موظف کرد تا توییتر را رفع فیلتر کند با وجود رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر وبسایت یوتیوب همچنان در ترکیه مسدود است مقام های شرکت مخابرات ترکیه روز هفتم فروردین ماه اعلام کردند که در پی تحلیل تکنیکی و نظرات حقوقی مبتنی بر قانون یوتیوب را مسدود کردند مصدود شدن یوتیوب پس از آن صورت گرفت که یک فایل صوتی منتصب به وزیر خارجه ترکیه رئیس دستگاه امنیتی این کشور و مقام های ارشد نظامی ترکیه در این وبسایت منتشر شد که در این فایل صوتی افراد درباره دخالت نظامی در سوریه گفتگو می نخست وزیر ترکیه به شدت به انتشار این فایل اعتراض کرده بود. فیلتر شدن توییتر و یوتیوب در ترکیه اعتراض های گسترده را در داخل و خارج از ترکیه به همراه داشت. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه از جمله کسانی بود که به این اقدام اعتراض کرد و خواستار آزاد شدن هر دو وبسایت در ترکیه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در همین رابطه اظهار داشت این اقدام برخلاف اظهار تمایل ترکیه به این است که الگوی دموکراسی باشد. جین ساکی با انتقاد از ترکیه گفته بود ما از دولت ترکیه می خواهیم مانع دسترسی شهروندان خود به توییتر نشود و تضمین دهد که شهروندان آن دسترسی آزاد به تمام شبکه های اجتماعی مجازی را خواهند داشت. بر اساس مصوبات شورای شهر تهران در سال جاری نرخ انواع بلیت مترو 15 درصد کرایه اتوبوس بین 18 تا 20 درصد و نرخ کرایه تاکسی 25 درصد نسبت به سال گذشته در سال جاری افزایش یافته است. نرخ ها در صورت تایید از نیمه دوم فروردین ماه سال 1393 به اجرا گذاشته می شوند. افزایش 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در حالی صورت می گیرد که گفته می شود با حذف یارانه ها و افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی از جمله بنزین بهای به حمل و نقل نیز افزایش خواهد یافت. در سالهای اخیر سهمی بندی بنزین و هدف بندی یارانه ها باعث تغییراتی در شرایط حمل و نقل عمومی شد. با اعلام شاخص پیشرفت اجتماعی در 132 کشور جهان وضعیت ایران در بخش آب بهداشت و محیط زیست نیز مشخص شده است. در این رتبه بندی جایگاه ایران از نظر آلودگی هوا و مرگ و میر وابسته به آن در رتبه 105 از 132 کشور جهان قرار دارد. ایران همچنین در رتبه 101 از نظر شاخص های بهداشت و تندرستی و رتبه 66 از نظر امید به زندگی قرار دارد. جایگاه ایران از نظر حفظ تنوع زیستی و گونه های مختلف جانوری نیز در رتبه 101 قرار گرفته است. به این ترتیب با در نظر گرفتن دهها ها شاخص مختلف ایران همکنون در مجموع در رتبه 94 توسعه اجتماعی است. در این رتبه بندی نیوزلند در رتبه نخست شاخص پیشرفت‌های اجتماعی قرار دارد و کشور آفریقای چاد در انتهای جدول قرار گرفته است. محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه کشور میگوید 22 درصد تصادفات ایران به علت سبقت غیرمجاز در جاده های دو طرفه است. به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده پلیس راه افسود خستگی و خوابالودگی که باعث خارج شدن خودرو از مسیر اصلی و واژگونی می شود یکی دیگر از دلایل وقوع تصادفات در نوروز 93 بود. وی با اشاره به بارش برف و باران در اغلب جاده های کشور گفت تردد در جاده های برفی تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است این مقام پلیس تاکید کرد رانندگان هنگام تردد در جاده های بارانی نیز با توجه به لغزندگی سطح جاده ها فاصله لازم را رعایت را کنند تا به گفته او شاهد تصادفات زنجیری نباشیم در اقدامی بیسابقه، واقعی حمله به خانه حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام که به روایت شیعیان دو خلیفه اهل تسنن عاملان معرفی شدند در تهران واسازی شد به گزارش دیگربان این اقدام غیرمنتظر روز پنجشنبه شنبه چارده فروردین در تهران و سوی گروهی از ازاداران صورت گرفته است شیعیان بر این باور هستند حضرت فاطمه بر اثر ضربات وارد سخت جنین کرده و پس از مدتی شهید شده است در روزهای اخیر برخی روحانیان محافظه کار در سخنرانی های خود گفتند باید حمله به خانه حضرت فاطمه به کرار روایت شود در دو ماه گذشته نیز محمد تقی مصباح یزدی حملات بسیار تندی متوجه اهل تسنن کرده و به طور تلویحی آنها را منحرف خوانده است گابریل گارسیا مارکز رومان نویس کولومبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه در بیمارستانی در مکسیکو سیتی بستری شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس مقام های وزارت بهداشت مکزیک که نخواستند نامشان فاش شود این خبر را اعلام کردند. آنها حاضر نشدند تا درباره علت بستری شدن آقای مارکز توضیحی دهند چرا که خانواده این نویسنده کلمبیایی خواهان حفظ حریم شخصی وی شدند. با این حال رسانه های مکزیک گزارش دادند که علت بستری شدن این نویسنده کلمبیایی زاتوریه بوده است. گابریل گارسیا 87 ساله بیش از سه دهه است که در مکزیکو سیتی زندگی می کند و در سالهای اخیر به ندرت در انظار عمومی ظاهر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همسر خود لودمیلا پوتینا را پس از بیش, بیش از سی سال زندگی مشترک رسما طلاق داد. خبر طلاق پوتین از همسرش را دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مسکو اعلام کرده است. طلاق رسمی یک سال بعد از جلوی پوتین از همسرش لودمیلا پوتینا صورت گرفت. در سال 2008 گفته میشد که پوتین خود را آماده ازدواج با آرینا کابیووا قهرمان ژیمناستیک هنری می کند. اما این او این خبر را تکذیب کرد و گفت به گزارشی که در این زمینه در یکی از روزنامه ها منتشر شده نباید اعتماد کرد. آرینا گابیوا در سال 1983 به دنیا آمد یعنی در همان زمانی که لودمیلا پوتینا و ولادیمیر پوتین با هم ازدواج کردند. و ما آخرین خبر این که حزب مشروطه ایران فردا شنبه در کتابخانه مرکزی کنزینگتون در لندن جلسه ای درباره بحران اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی برگزار می کند. سخنرانان این جلسه دکتر شاهین فاطمی، دکتر حسن منصور، مهندس حسن شریعت مداری و امیر تاهری خواهند بود. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودین در این بخش خبری تا دقایق دیگر بیننده صفحه بود. شب روز خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.